صبحتان بخیر باز هم به صبح ها زندگی خوش آمدین پانزده دقیقه سلامتی برنامه صبح زندگی بود تقدیم شما عزیزان شد و شما هم اگر علاقمند بخش طبی برنامه صبح ها زندگی هستین میتونین که روزهای شنبه دوشنبه و چهار شنبی ساعت دوم برنامه ما رو بیننده باشین و از پانزده دقیقه سلامتی برنامه صبح زندگی در جریان هفته سه روز میتونین با معلومات کافی و متنوعی که ما انتخاب میکنیم لذت ببرین امروز هم در برنامه صبح زندگی در رابطه با وقت حالا صحبت های خوبی داشتیم شما هم اگر نظر و دیدگاهی دارین میتونین از طریق صفحه فیسبوک حساب صف زندگی بر ما بفرستین و ما هم نظریات شما عزیزان را به خانش میگیریم حسن بصری یکی از نویسنده های موفق و یکی از چهره دین اسلام خیلی زیبا میفرماید که هیچ روز نیست که سپیده بدمد و انسان را خطاب نکند که ای فرزند آدم من مخلوق ای هستم مرا دریاب چون بگذشتم تا رستاخیز بر نمی‌گردم اما واقعاً جایگاه و ارزش و وقت در زندگی انسان چگونه هست و علم در دین ما قدس اسلام چه جایگاهی داره و چه قدر میتونه برای انسان ها در زندگی روزمریشان و در راستای اینکه که بتونن رسالت انسانیشون را به شکل درست و پیش ببرن میتونه مهم باشه میخوایم بحث داشته باشیم با جوان فعالی که اکنون در برنامه صبح زندگی با ما هست سید سمیم هاشمی آقای هاشمی خوش آمدین به صبح زندگی صبحتان بخیر در سلام خدمت شما و خدمت بیننده ها و شنونده عزیز تقدیم میکنم ممنونتون آقای هاشمی سال نمیخوایم از اینجا آغاز بکنم که علم و دانش مفهوم حقیقیش یعنی چه دقیقا. علم به معنای خواندن، نوشتن، یادگیری و فراگیری است و نواری است ارزش علم در دین مقدس اسلام بالا و علا است چون دین مقدس اسلام یک دین کامل است الله متعال در سپاره سیم خود می فرماید این دین این الله الاسلام کامل ترین دین, دین دین مقدس اسلام است و اولین سوره ای که به پیغمبر بزرگوار اسلام محمد صلی الله علیه و سلام وحی شد راجع به علم بود راجع به ارزش علم بود راجع به فضیلت علم بود که به رسول الله صلی الله علیه و سلام توسط جبرائیل امین فرمود جبرائیل امین به رسول الله صلی الله علیه و سلام فرمود اقرا بخوان رسول الله صلی الله علیه و سلام چون علم نخوانده بود گفت ما انا بقاری من خواننده نیستم چون اردش علم بالا تکرارن باز سوال را پرسان کرد و برایش فرمود اقرا با هم جوابش منفی بود و یا نیگیتیو بود بار سوم رسول الله صلی الله علیه و سلام جواب داد و برایش گفت که اقرا جواب را داد که جبرائیل امین برایش سوال کرد گفت بخوان اقرا بار سوم با فشار که جبرائیل امین با رسول الله صلی الله علیه و سلم آورد و برایش فرمود اقرا به اسم ربک الذی خلق بخوان به اسم ذاتی که تو را پیدا کرده تورا خلق کردد خلق الانسان من علق بخوان به اسم ذاتی که انسان را از خون بستا آفریده است اقرا و ربک الاکرم بخوان به اسم ذاتی که صاحب کرامت است صاحب عزت است و صاحب برتری است الذی علم بالقلم بخوان به با اسم ذاتی که با وسیله قلم علم را برای شما مختان الله متعال در سوره مجادله آیه یا ای هم چنین می یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجه از میان شما درجات کسانی را بالا می بران. که علم آموخته در پولو علم ایمان آورده چون <applause> چی که تعلیم و تربیه لازم ملزوم یک دیگر است علم و ایمان هم لازم ملزوم یک دیگر است الله متعال در سوره زمرا آیه 9 هم چونین می میفرماید هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون آیا آنانی که دانا و آنان که نادان برابر است نه علم است که مقام بالا و ارزش بالا برای انسان عطا میکند فخر الموجودات سرور کائنات محمد صلی الله علیه و این هم راج به علم ارشادات داره است رسول الله صلی الله علیه و سلام می فرماید خیرکم من تعلم القرآن و علمه بهترین شما افضل ترین شما کسی است که قرآن را بخواند و برای دیگران بیاموزاند رسول الله صلی الله علیه و سلام باز هم راجع علم تاکید کرده میگه طلب العلم فریضه علی کل مسلمن آموزش علم فراگیری علم فرض برای همه مسلمانان چی زن باشد چی مرد باشد چی مذکر باشد چی مؤنث باشد با چهار اسلام بله آقای هاشمی خیلی زیبا شما از منظر قرآن عظیم و شان و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلام بر ما آمدین جایگاه علم و دانش را معرفی کردین برای اینکه یک مسلمان واقعا بتانه یک مؤمن واقعی باشه و رسالت انسانی و رسالت اسلامی خود را به شکل درست به پیش و بره واقعا چقدر نیاز به علم داره؟ نیاز بسیار زیاد داره چون شاعر توانا سعدی میگه چوشم از پای علم باید گداخت که به علم نتوانست خدا را شناخت میار حساسی میار اصلی آموختن علم است چون وقتی که ما علم میخوانیم و علم میاموزیم و طور دقیق الله مطال را میشناسیم فرض میکنیم علم تبه مثلا ما طبه میخوانیم وقتی که اعضای بدن خود به طور دقیق مطالعه میکنیم میبینیم در هر اعضای بدن ما از خلقت الله مطال از علمش و از حکمت های نهفته است که ما الله متعال را به طور دقیق بشناسیم و به طور دقیق به الله متعال عمل کنیم برای علمی که دادیم ما باید ما علمی که میاموزیم عمل کنیم اگر ما علم بیاموزیم و عمل نکنیم از این علم الله متعال بر ما پاداش نمیده خیلی خوب حالا اونایی که آمدن امروز هم علم حاصل کردن عمل نمی کنن و برعکس علم خود را در راستای منفی اینا استفاده نمی کنن و همیشه کوشش می کنن که باعث شوه علم از اینا برای مردم دیگه جنجال برانگیز باشه و سبب قتل و کشتار مردم شوه و حالا دین اسلام در رابطه با این گونه افراد یا قرآن عظیم شون در رابطه با این گونه افراد چه گفتنیه داره؟ دین مقدس اسلام مثله اینه وره یک دین است که روشان پاک صف همه چیز در شت بله پښتر کای کریمه را برای شما مطالعه کردیم که دین اند الله الاسلام کامل ترین دین دین مقدس اسلام است دانشمندا و مفکرین که فکر کرده با زبان انگلیسی خود میګر لیدنه اسلام اسلام پرفر لیدن دین مکمل دین اسلام دین اسلام است و ای در این دین به هر نوع بس و گفتگو اشاره کرده است و کسایی که استفاده می کنند الله مطال برایشان عذاب وعده کرده و عذاب می چون الله مطال خودش میفرماید و صلح و خیر صلح در دین ما بهترین است و صلح کنید و قطعه که استفاده می و به نام اسلام علیه اسلام استفاده بد میکنه الله متعال میگه اطفال من نار آخرترین جای دوزق جای آنها هستن خیلی خوب حالا از جایگاه علم کلا آگاهی پیدا کردیم میشه از برای ما در رابطه با موضوع امروزی برنامه حساب زندگی ارزش وقت بگویید واقعا تکلیف انسان مکلفیت انسان در راستای فهمیدن ارزش وقت چه هست الله مطال در سپاره ای سی هم سوره اصر در اولین آیه می وال و قسم بر زمانه قسم بر وقت قسم بر زمانه ها و ثانیه هایی که از ما می گذرد الله مطال پرسان می کند از وقتی که ما سپری می کنیم از جوانی که ما سپری می کنیم باید ما به با علم ارزش قائل شویم و ارزش بدیم و استفاده کنیم هر ثانیه های ما که از پیش ما میره هر ساعت ما که زایی میشه دوباره نمیاد فقط میار حساسی باید ما بر خود یک تقسیم اوقات و یک اسکیجول منظم داشته باشیم برای هر بخش خود مثلا ما اگر ما شب تا صبح علم بخوانیم خسته میشه مغز ما خسته میشه جذب کرده نمیتونه نه ما باید تقسیم خود داشته باشیم در پلی ازی که مزامین خودم میخوانیم چی مزامین مکتب باشه چی مزامین فاکلته باشه در پلی ازی یک تفریح هم نیاز است چون مغز به تفریح نیاز داره و باید استفاده عظیم کنیم ما جوانای افغانستان باید استفاده بیشتر کنه چون خود ما و کشور ما بیشتر به علم نیاز داره خیلی زیبا. و تشنه علم است آقای وقت و علم با هم چه رابطه‌ای دارن از دید شما؟ رابطه مستقیم دارد ببینید وقتی که وقت برای ما مهیا میشه باید از این استفاده شوه با توسط علم ما مثلا وقتی که ما از برای ما وقت نباشه امکانات نباشه علم ما مخته نمیتونیم پس میار حساسی وقت است همی وقت که الله متعال بر ما داد از این وقت باید به با طور دقیق استفاده کنیم و به طور دقیق علم بیاموزیم تنها علم ما مختن میار نیست بازم تاکید میکنم عمل میار است چنانچه که تعلیم و تربیه لازم و ملزوم یک دیگر است علم و عمل لازم ملزوم یک دیگر می باشد وقتی که ما علم می خوانیم آیات های قرآن کریم می خوانیم احادیث می گیم از عمل نمی کنیم این بدترین عمل است و الله متعال بر ما بدترین جزا را می دهد در ضمن از اینکه ما آیه حدیث در هر برنامه ای که ما یادآوری می کنیم باید عمل داشته باشیم امه. مثل یک مسلمان پروفیت باشیم مکمل باشیم متوجه هستی بله حالا برای اینکه یک جوان واقعا یک جوان مؤمن درست مسلمان باشه یک جوانی که تمامی وجیبه های اسلامی و انسانی خود را به شکل درست به پیش ببره و دید شما چگونه انسان میتونه یک جوان برتر باشه جوان برتر الله متعال خود میفرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم بهترین شما افضل ترین شما نزد مکی است با تقواترین اینال وسیله تقوا چی است وسیله تقوا همی قرآن عظیمشان همی احادیثی است که ما میخوانیم عمل کنیم تاکیدن باز گپ خود تکرار میکنیم اگر ما بخوانیم عمل نکنیم باز به با تقوا نزدیک نمیشیم مثلا الله متعال راجع به ایجاب گفته باید ما مراد کنیم مثلا الله متعال راجع به ارزش وقت گفته که ما وقت ما نکنیم بعض موارد دیگه است که ما باید عمل کنیم معیار حساسی عمل هد. اگر در گفتگو شوتاسوب ما مصیبت بتیم و آیت حدیث بگوییم عمل نکنیم در ضمن نزدیک پیش الله مطال ما خجالت می باشیم پیش بنده های شما خیلی با حالا این گونه افرادی که بیاین و هایی که میزنن اولا به خودشان مراعت بکنن و خودشان عمل بکنن آقای هاشمی بیاین در رابطه افرادی برای ما بگوین که اینو همیشه از وقت خود استفاده میکنن و میخواین که موفق در زندگی خود باشن یا هم وقت میخواین که علم بیاموزن از کجا باید آغاز بکنن چگونه بتونن یک تقسیم اوقات منظم داشته باشن تا هم بتونن قسمت که شما گفتین و تفریح خودم وقت داشته باشن و به علم خودم ابتدا خانواده خانواده یک اسکیجول یک تقسیم اوقات منظم که جور میکنه برای فامیل خود چی دختر باشه چی پسر باشه یعنی میگن والدین کار والدین مهمترین و کلیدیترین ترین نقش در بین جامعه بازی میکنه مهمترین و کلیدی ترین نقش در جامعه بازی میکنه چون فرزندانی را که والدین پدر و مادر تربیت میدهد مهمی است که تربیه اساسی به که فردا حال در جامعه کوچک است مثل خانواده پدر و مادر متوجه هستی فردا روز بر جامعه بزرگی مثل جامعه کلان معاملات خانواده و معاملات بیرون مثلا تقدیم میشه مثلا در دفاتر سوار دکتر میشه به طور تربیه آموزش علمی را یاد بگره و تربیه طور تربیه دینی را یاد بگیره چون دین مقدس اسلام کامل است وقتی که دین اسلام دقیق خواندی دیگه علوم دروازه برش باز میشه میار حساسی سمبول حساسی پدر مادر است پدر مادر یگانه تکیه گاه فرزندان است <میار> و اینا را باید طور آموزش بده به طور مثال اگر در امتحان مکتب مشروع ماند را نباید بگه خدا زده تو درس خوندی این است آن است متوجهی؟ هستی <میار> تشویقش کنه ببینه خالیگاهش در کجاست ای چرا ناکام مانده ای چرا مشروط مانده خالیگا را پیدا کنه من حیث یک پدر مادر نیم من حیث یک دوست ایر امکاری کنه و در این کورسی که نیاز داره شاملش کنه تا آینده درخشان داشته باشه خیلی زیبا میخوایم پیامتان داشته باشیم گفتنیتان برای جوانایی که همین لحظه بیننده برنامه صبح ها زندگی هست کنن از شما میشنیم سه پیام امده دارم خیلی یکی پا... پیام اولم برای جوان از نسل جوان که نسل جوان افغانستان بیدار باشین و توانا باشین که بیشتر از همه برای افغانستان به نسل جوان نیاز داره نیاز مهم داره که استفاده کنن از افکارش از علمش تا که من توی افغانستان نسازیم کسی ساخته نمیتونه یک پیام دوم من برسانه های عزیز است شما کوشش کنین ترویج فرهنگ علم بالا ببرین درست است که همه برنامه ها در تان گنجیده می باش فقط یک برنامه رو اضافه کنین برنامه اسلامی و یا برنامه مهمتر از برنامه اسلامی برنامه آموزشی باشه هر نوع باشه چی برنامه سانسی باشه چی برنامه ریاضی باشه چی برنامه انگلیسی باشه مهم آموزشی باشه که نیاز مهم جامعه فعلی ما برای آموزش دارد و بس سلامت باشین. ممنون سپا. از, از اینکه امروز به برنامه سفاز تشریف آوردین. که دعوت کردین سپاسگزارم. ممنون.